در درس گذشته در مورد اهداف مضمون و مطالعه روابط بین الملل علل آنها و همه قسم بررسی روابط بین الملل صحبت شد. در این جلسه یا جلسه دوم در بررسی روابط بین الدول چگونگی بررسی مورد بحث قرار گیرد و همه قسم فنون و تکنیک هایی که در روابط بین الملل به کار برده می شود بیان می شود. نظام دول در حال سکون هم مختصرا به معرفی گرفته می شود و نظام دول مورد بررسی قرار می گیرد. حالا میایم به چگونگی بررسی روابط بین دولت ها یا بین دول. در گذشته روابط بین دول موضوعی بود که در دانشگاه ها به شکل درس های تاریخ یا تاریخ عمومی مورد بحث قرار می گیرد. اما در عصر حاضر از طریق روزنامه ها، رادیو، تلویزیون روابط بین دولت ها با بحث گرفته می شود، تبصره می شود و همین قسم مطالعه می شود. این هر دو روش تا حد هر کدام نواقص خود دارم. البته گزارش و تفسیره و بیان توضیح و تشریح روابط بین کشورها که توسط متخصصین فهم با بحث گرفته می شود و از طریق وسایل جمعی به اطلاع عام می رسه چیز خوب است. آگاهی بیشتری افراد پیدا می کنند و می دانند که در بین کشورها چه می گذرد. می فهمند که روابط بین کشورها چه تأثیری بر زندگی آنها می تواند داشته باشد. اما با وجودی از این مشکلات هم وجود دارد، محدودیت های هم وجود دارد. اون محدودیت هاییست که عده از سیاست مدارا یا زمامدارا یا حکام یا غیره از طریق رسانه ها با استفاده از این رسانه ها با استفاده از وسایل جمعی از احساسات تعصبات ملی میهنی و مذهبی استفاده میکنه. احساسات و تعصبات را برمی انگیزند و افکار مردم ها تغییر میتن یا بر افکار مردم تأثیر وارد میکنن که این کار مطلوب بودن این او مطالعه را یا روابط بین الملل زیر سوال میبرن و اثر خوبی نمیگذارن. در تاریخ هم ما میبینیم که در گذشته غرب شوروی ها را متهم به استفاده بد استفاده سو از احساسات و تعصبات
مردم میکرد، مخصوصا استفاده از طبقه فروده است، کارگری ها، پرتاری ها و غیره. غربی ها شوروی را متهم میکردند که مردم را سرکوب میکنند، آزادی ها را سرکوب میکنند و خودشان را طرفدار صلح و آزادی قلمداد میکردند. یعنی مسائلی که در روابط کنونی بین کشورها وجود داره اغلبا یا اکثرا ذهنی است. اطلاعات کافی در مورد او در مورد این روابط بروز داده نمیشه. پس رسیدن به واقعیت ها که در بین این دولت ها چی وجود داره یا واقعیت هایی که در روابط بین کشورها وجود داره مشکل است. البته در این مشکل تنها در مطالعه روابط بین الملل از طریق وسایل جمعی نیست. در درس هایی که در یا در متونی که در قالب مواد درسی روابط بین الملل تدریس می شود نیز این مشکل وجود دارد. این دشواری خود نشان می دهد. در متون درسی هم روابط بین الملل به شکل مستقل مورد مطالعه قرار نمی گیرد، بلکه به صورت جزئی از تاریخ مورد بحث قرار میگیرد. یعنی رشته روابط بین الملل یا بین الدول بدون دخالت تاریخ نمیتونه مورد مطالعه قرار بگیرد. باید در قالب جزئی از تاریخ مورد مطالعه قرار داده شود. مثلا روابط بین امریکا و روسیه فعلی فقط به عنوان رابطه بین دو کشور در حال حاضر مورد مطالعه نیست، بلکه این روابط به تاریخ دوره جنگ سرد برمیگرده، قبل از جنگ های اول دوم جهانی نیست مطالعه می شود و روابط کشورها در اون زمان در نظر گرفته می شود. روابط امروزیشان بر مبنای او روابط مورد مطالعه قرار باشه. یا به عبارت دیگر روابط امروزی بین کشور روسیه و امریکا ریشه عمیقی در گذشته آنها، یعنی در دوره موجودیت اتحاد جماهیر شوروی سابق، اولین دولت سوسیالیستی زمان دارد. سیاست خارجی هر یک از کشورها در او زمان جزء تاریخ دو کشور می باشد. یعنی در کتب درسی روابط بین المللی جدا از تاریخ مطرح نمی شود. لحاظا می گن تا هنوز رشته موفق نشده است که نظم علمی را در مطالعات خود برقرار کند. یا به طور مثال روابط موجود بین اتریش و روس و فرانسه در سال 1860 تنها به عنوان جزی از مطالعه مربوط به روابط بین دول مورد توجه قرار نگرفت، بلکه به عنوان تاریخ اروپا مورد بررسی قرار گرفت و روابط بین کشورهای دیگر نیز به همین منوال. حالا سوالی با وجود میاد که پس روابط بین دولت ها چگونه باید مورد مطالعه قرار بگیرد؟ البته روابط بین کشورها می باید به عنوان یک رشته با طور مستقل در دانشگاه ها مورد بحث و گفتگو واقع شود.
تو اصول بین المللی او بیشتر فهمیده شود و خوبتر فهمیده شود. برای آنکه مطالعه رشته نظم علمی را بگیره باید به صورت مستقل و جدا از تاریخ در دانشگاه مورد مطالعه قرار و در موردی از او بحث و فحص شود. اصول و هدف و روش او علمی شود. یعنی هدف اشی باشد که اصولش حقیقی و متیقن باشد و روشش هم علمی باشد، یعنی روش مطالعه روابط علمی بین الملل با مشاهده را باشد، قابل آزمایش و تجربه باشد، فرضیه هاش باید حقیقت مفروض هاشه توجیه کرده بتوان. هدف مطالعه روابط بین الملل همیست که از چگونگی روابط بین دول در گذشته واقف باشد و در حال حاضر از چگونگی تبیین و تشخیص آن معلومات بده، بحث بکنه، توضیح بده، در این مورد سوالات مطرح و مدارک جمع آوری کنه، پاسخ پرسش ها و فرضیه هایی را که به وجود می آید فرموله شود و در قالب یک علم مستقل علوم اجتماعی ارائه شود. این رشته باید از مسائل نامربوط جدا شود، مستقل و حالت عینی را بگیرد و از تعصبات ایدئولوژیکی و شخصی به دور مورد مطالعه قرار بگیرد. باید از آن داشت که اصول کلی که به این شیوه مورد استنتاج واقع می شود پاسخهایی را که به سوالات مطروح جواب بگوه کمک میکنه و روش هایی که برای مطالعه مطرح می شود برای بعضی ها بسیار واضح باشه. البته بعضی افراد یا گروه های از مورخین حرفه‌ای به این نظر هستند که استفاده از یک چنین روشی چندان درست نیست. مطالعه علمی روابط بین الملل یا هر مطالعه علمی دیگری با طرح سوالات درست و منطقی آغاز بشه. در روابط بین الملل این سوالات در مورد دولت و یا روابط موجود بین دولت ها و یا مربوط به توسعه واقعی روابط بین دول در یک دوره و زمان خاص حالا برای این منظور ما نظام دولی در حالت سکون را در نظر بگیریم. اول باید خود همین رشته را تعریف کنیم که این رشته چه مفهومی دارد. یعنی روابط بین الدول، مطالعه روابط بین الدول، اول باید ما یک جماعت از دولت ها را یا یک سیستمی از دول انتخاب کنیم و در او سیستم هر عضوی او به نحوی نسبت به سیاست های اعضای دیگر علاقمند باشه. اعضا باید شناسایی شود و یک محقق و یک دانشجوی روابط بین الملل
لازم است که وضعیت هر یکی از دولت ها را ارزیابی کنیم. وضعیت و حالت هر یکی از اعضا، موقعیت آنها را از لحاظ قدرت جنگی، منافع ملی و شناسایی بگیرم. منظور از قدرت جنگی نیروی مؤثر یک دولت است و که قابل آزمایش باشد و قابل مقایسه با کشورهای دیگر باشد. کدام نیروها را یک دولت دارد که اون نیروها باید قابل آزمایش باشد، قابل مقایسه باشد. نیروهای مؤثر قابل آزمایش و مقایسه باشد. مثلا عوامل جغرافیایی یک کشور با کشور دیگر، عوامل جغرافیایی در قدرت جنگی یک کشور چقدر تأثیر دارد، عوامل نظامی یک کشور با کشور دیگر چگونه است، همه قسم عوامل اقتصادی و عوامل انسانی، اجتماعی و سیاسی، هر یکی از این عوامل در بین سیستمی از دولت ها با درجه های متفاوتی وجود دارد. این عوامل می تواند موقعیت قدرت یک کشور معین کند. به اساس اینمی قدرت جنگی ناشی از امی عوامل دولت ها به صورت کوچک و بزرگ طبق بندی بشه. قوت ای عوامل یا تعدادی از ای عوامل باعث میشه که یک کشور کشوری قوی تر و کشور دیگر ضعیف تر طبقه بندیش. ما اگر دولت قدرت جنگی محدود داشته باشه، لامحال اهمیتش در این نظام دول کمتر است، تأثیرش کمتر است. قدرت جنگی و منافع ملی تا حدی با هم رابطه مستقیم دارد. اگر قدرت جنگی یک کشور بیشتر باشد، در تأمین منافع ملی یا در تحصیل منافع ملیش کمک میکند. ما دانستیم که منظور ما از قدرت جنگی نیروی مؤثر یک دولت میباشد که به عنوان یک عامل قابل آزمایش است در رابطه با دولت های دیگر، مخصوصا در هنگام جنگ. عوامل جغرافیایی، نظامی و اقتصادی و انسانی و اجتماعی و سیاسی هم در بلند بردن قدرت جنگی یک کشور میتونه تأثیر داشته باشه. و منظور از منافع ملی یک دولت شرایط است که برای ادامه حیات او دولت ضروری است. هرچند منافع ملی گاهی بیتانه موضوعات باشه که یک دولت بتانه بدونی از او به حیات خودش ادامه بده، اما یک کشور منافع ملی خودش طوری تعریف میکنه که هرچی که در راه ادامه حیاتی که او دولت میخواه یا در کار میکنه اگر مشکلی ایجاد میکنه، او را از منافع ملی خودش بشماره. مثلا در آخر شما ما از وزیر خارجه امریکا، اظهارات وزیر خارجه امریکا در مورد اختلافاتی که در بین دو تیم که در انتخابات خود پیروز در انتخابات 1398
هجری شمسی افغانستان خدا پیروز اعلان کردند و دو ریاست رئیس جمهور و دو دولت را به وجود آوردند. اعلان کرد، اظهار داشت وزیر خارجه امریکا پومپیو که این کار منافع ملی امریکا را به خطر می‌اندازد. ظاهرا چنین معلوم می شود که ثبات سیاسی در افغانستان جزئی از منافع ملی امریکا باشد. پس آیا امریکا برای ادامه حیات خودش بدون ثبات سیاسی در افغانستان ادامه داده نمیتونه؟ طبیعی است که میتونه، ولی از اونجایی که در اینجا عملا حضور داره این کار با ضررش تمام میشه، و یعنی اهدافی را که در راه اهدافی که میخواه به دست بیاره یک مانی به شمار میره. از این خاطر رو منافع ملی خودش تعریف میکنه. یا حضور قوتهای نظامی امریکا در نقاط حساس جهان بخشی از منافع ملی خودش و کشور بایسی اگر بر قدرت حساب میکنه، در حالی که کشور امریکا قادر است بدون وجود یا حضور قوت های نظامی که مسارک هنگفتی هم داره با حیاتش ادامه بده، اما نمیتونه بدون حالت به عنوان یک اول قدرت شناخته شد. لحاظا یک دانشجوی روابط بین الملل باید در این جریان سوال در نظرش پیدا شود، وقتی که وضعیت در افغانستان امریکا جزی از منافع ملی خودش میشماره و یا حضورش در نقاط حساس جهان از منافع ملیش به حساب میاره، پس منافع ملی دول دیگه در این رابطه چیست؟ مخصوصا منافع ملی دول رقیب امریکا چیست؟ همین قسم با طرح سوال پرسش های دیگری با وجود می آید که تعارضات و سر منافع ملی باعث ایجاد خصومات بین دولت ها می شود. کدام نوع تعارضات به تخاصمات بدل می شود؟ و همین قسم دانشجو باید بیف پرسش هم مطرح کنه که کدام منافع باعث اتحاد بین دولت ها میشه، در کدام زمان منافع میتونه اتحادی را به وجود بیاره، در چه شرایط منافع موازی میتونه باعث اتحاد بین دولت ها شود، و در کدام شرایط و وضعیت تعارضات و مخاصمات، تعارضات بر سر منافع ملی بر مخاصمات بین کشورها میانجام و در بین دولت ها ایجاد خصومت میکنه. اگر دانشجوی یا محقق علم ای تعارضات و تخاصمات را و شرایطی را که باعث اتحاد و سازش می شود، شرایطی را که باعث تعارض و مخاصمه می شود، باعث منازعه و مخاصمه می شود، اینها را ثبت و ترسیم کنه و کشورها را در رابطه با اینها در نظر بگیره، می تانه موقعیت دیپلماتیکی این کشورها را در او شرایط و اوضاع خاص تعیین کرد و او را به بحث و بررسی مجدد قرار داد و قدرت دیپلماتیک هر یکی از این دولتی که با هم تعارض دارند، با هم در تخاصمات هستند، با هم اتحاد دارند و سازش دارند، اینها را ارزیابی کرد. بعد در نتیجه این ارزیابی میتونه که تفاوت قدرت نفوذ هر دولت از
با مقایسه با رابطه ای که با سایر دولت ها داره اونا را ارزش گذاری کنه یا ارزش یابی کنه و بعد به این نتیجه خواهد رسید که نفوذی واقعی دول تنها در گرب قدرت جنگی نیست بلکه قدرت دیپلماتیک هم نقش مهمی را ایفا میکنه. از این لحاظ دانشجوی روابط بین الملل و کسب دانش و به فراگیری مبانی دیپلماسی میتونه این وظیفه خود به درستی انجام بده یا این کار انجام بده. باید متوجه بود که روابط بین دولت ها یا دول همیشه و ثابت ساکن باقی نمید، همیشه یک صورت نداره، در یک جا نمیمونه، بلکه همیشه دستخوش تغییر و دیگرگونی قرار میگیره. حوادثی با وجود میاد که دولت ها را روابطشان را از حال ایستایی و سکون به حرکت مجبور میکنه، یعنی سیستم ثابت بین دولت ها را، سیستم ساکن بین دولت ها را یه حوادث برهم میزنه. همین حوادث است که برای تجزیه و تحلیل روابط بین الملل برای دانشجو مواد خام مهیا میسازد. لذا باید دانشجو همیشه این حوادث در روابط بین الملل یا حوادثی که در بین کشورها با وجود میآید او را در نظر داشته باشد و در تحلیل و تجزیه و مطالعه خود از آن استفاده کنه. از این جمله حوادث یکی میتوانه باشه که در روابط یک یا چند دولت تحول جدیدی صورت، توافق جدیدی در بین ها با وجود یا توافقی قبلا بوده لغو میشه یا مذاکرات برای توافق صورت گرفته، توافقی صورت گرفته بود یا صورت میگیره با شکست می انجام. لحاظ محصولان و جوندگان روابط از چگونگی روابط جدیدی که واقع می شود باید آگاهی داشته باشه، چون روابط گذشته سیستم ثابت و ساکنش تغییر می خوره و روابط جدیدی با وجود می آید، باید از این روابط، از چگونگی با وجود آمدنش، از چگونگی با وقوع پیوستنش و همچنان از چگونگی خود این روابط آگاهی داشته باشه، مخصوصا اگر این تحولات جدید در بین بیش از دو دولت بزرگ، یعنی توسعه های نوین در بین بیش از یک دولت بزرگ با وجود بیاید، بسیار با اهمیت و مهم می باشد. این قسم تحول و تغییر و یا پیشرفت مخصوصا معمولا در یک منطقه خاص بحرانی را در بین دو دولت بزرگ با وجود میاره. یعنی گاهی در ضمن توصیه های نوین مسائل با وجود یا مسئله با وجود میاد که بحران ایجاد میکنه، باعث ایجاد بحران میشه، مخصوصا اگر این توصیه های نوین در بین کشورهای قوی یا بزرگ باشه.
مثلی که در سال 1962 یک توسعه، یک حالتی یا یک تغییری با وجود آمد که باعث بحران در روابط اتحاد شوروی و امریکا شد. در کوبا، اصلا کوبا سالهای زیادی مورد منازعه بود در بین اتحاد جماهیر شوروی سابق و امریکا، اما وقتی که در سال 1962 شوروی ها خواستن یا به دعوت کوبا کلاهک های اتمی خود در اونجا جا بجا کنن و یک کار عکس العمل امریکا را برانگیخت. این تغییر نوی در این جزیره باعثی عکس العمل شدید امریکا شد و بالاخره موضوع منافی در جهات مختلف مطرح شد که این منافی باعث ایجاد یک بحران صورت گرفت و این روابط بحرانی محسوب شد. البته بحران ها می توانند که در بعضی موارد از طریق مسالمت آمیز فروکش کنند، چنانچه با اختاریه های کندی رئیس جمهوری امریکا و اختارهایی که رئیس جمهوری امریکا دید و اختارها را هم خروشچف جدی گرفت و بحرانی که با وجود آمده بود بدون از اینکه با جنگ منجر شود، بدون از اینکه با مقابله نظامی منجر شود حل شد. اما در موارد امکان داره که این مسائل منجر به مقابله نظامی شد. البته در چنین شرایطی یا در چنین حالاتی که بیان شد، بحران هایی که به وجود می آیند به طرف های بحران یا طرف های متخاصم ایجاد مسئولیت می کنند و همین قسم است که در این شرایط نیاز به شرایطی که رویارویی است، نیاز به توافق و گذشت است که جوانب از خود گذری خود گذری نشان می‌دهد و روابط بینشان می‌تواند به صورت نظامی یا به صورت دیپلماتیک نمایان شود. بروز همین حوادث و تحرکات سیاسی بود که باعث بررسی نظام دول شد. در یک محیط آرام در یک دوره و طور کلی نظام مورد بحث قرار داده می شود. در این حالت باید محقق سیاست خارجی دول علاقه بگیره با او را بدانه و بفهمه که سیاست مداران سیستم یا دولت ها منافع ملی خود چگونه بیان میکنه، کدام روش ها را در چوکات قدرت نظامی و دیپلماتیک به کار میبره و بررسی کن. مثلا در مثالی که آورده شد، منافع ملی امریکا منافع ملی خود چگونه تفسیر میکرد و چگونه بیان میکرد و اتحاد جمهوری شوروی سابق منافع ملیشون در چی بود و چی مسئولیت هایی را هر یکی از اینها در این شرایط بحرانی احساس میکن، کدام روش ها را در چوکات قدرت نظامی دیپلماتیک به کار بردن. لحاظا باید محقق در یک دوله طولانی سیاست خارجی هر کشور را به طور کلی در نظر داشته باشه و پرسش های مشخصی را در مورد مسائل آنها مطرح کنند تا بتواند قضاوت های درست برسد یا در مورد مسائل آنها قضاوت کنند. البته محقق
برای درک تغییر منافی یک دولت که در نتیجه ایجاد بحران و توسعه های جدید ایجاد می شود، قدرت نظامی و دیپلماتیک و بر قدرت نظامی و دیپلماتیک و کشورها را بر... خب بالاخره دانشجوی روابط بین الملل باید قدرت نظامی و دیپلماتیکی کشورها را مورد نظر داشته باشد و منافع یک دولت که به طور مستمر به واسطه حدوث بحران ها و توسعه های جدید در روابط بین دولت ها تغییر می کنند، در حالی که قدرت جنگیشان نه قدرت دیپلماتیکش و علایق و منافعشان امکان داره که از طریق توسعه های داخلی دستخوش تغییر دیگرگونی شود. اینا هم باید به بررسی بگیریم. یعنی وقتی که با قدرت نظامی و دیپلماتیک کشورها دانشجویی روابط بین الملل می پردازه، این امکان از نظر خود دور نداشته باشه که قدرت جنگی یک کشور خیلی ها امکان داره که به اثر عوامل داخلی یا حوادثی که در داخل یک کشور به وجود می آید تغییر کنه و دگرگون شد. لحاظا باید این مسئله را دانشجوی روابط بین الملل از نظر دور نداشته باشه و همیشه به گونه مسائل و بررسی بگیره. ما تا اینجا در این درس به نظام دولت ها در حال سکون هم نظری انداختیم و در حال پویایی و حرکت و دینامیک هم بحث کردیم و دانستیم که روابط بین دولت ها همیشه ساکن و ثابت نیست، حوادثی هست که باعث می شود که این روابط در حال تغییر دیگرگونی باشد و اینمی حوادث در روابط بین دولت ها تأثیر می گذارد که باید از در تحلیل روابط بین دولت ها از این حوادث یا از این شرایط از این اوضاع استفاده شود و همین حوادث است که باعث ایجاد توافق های جدید و بحث های جدید می شود یا همین حوادث است که توافق های قبلی را لغو می کند یا حوادث است که مذاکرات به شکست ما سوق می ده. لحاظ آگاهی از روابط جدید برای دانشجویی روابط بین الملل یک امر ضروری است و همچنان حوادثی که یا توسعه های جدیدی که باعث ایجاد بحران می شود و این بحران اگر در بین کشورهای بزرگ باشه عکس العملی از اونها نشان میده که منافع جدید با وجود می آید، کشورها چیزهای جدید منافع ملی خودشان به حساب می آرند و باعث ایجاد بحران می شوند و بحران ها را هم دانستیم که ممکن است یک بحران بسیار بزرگ باشه ما از طریق مسالمت آمیز حل شود، مثل بحران کوبا و اتحاد شوروی در سال 1962، و یا بحران شاید به این حد بزرگ هم نشود اما اگر از قدرت دیپلماتیک یا از اینها استفاده نشود امکان داره که با منجر به مقابله یا نظامی و
منجر به جنگ شود. این مسائل دانسته شد و مثلا ما دیدیم که بررسی نظام دول عبارت از بررسی حوادث و تحرکات سیاسی است. نظام تحرکات سیاسی است که باعث می شود که نظام دول مورد بررسی قرار بگیرد، و این بررسی را اگر رابطه بین کشورها در یک محیط آرام در یک دوره باشد یک نوع است، و همه قسم در این دوره محقق سیاست خارجی و سیاست مدارا را کردار و رفتار و خواست از اونها را مورد بحث قرار می تواند آگاهی پیدا می کنند، و همه قسم دیدن که روش هایی را به کار میبرند که در چوکات قدرت نظامی و دیپلماتیک هستی. روش ها باید در دو چوکات و از طرف محقق مغربی بررسی قرار بگیرد. در آخر انشاءالله در درس آینده باز به مسائلی که به آنچه گفته شد مربوط است خواهیم پرداخت.